رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 7 آوگوست با رئیس جمهوری ترکیه رجب اردوغان گفتگوی تلفنی نمود. رئیسان هر دو دولت مناسبت های دو جانبه بین کشورها را محاکمه نمودند. در رفت گفتگو رحمان آید وضعیت به وقوع پیوسته نسبت مسلمانان میانمار با اعتنا بودنش را اظهار نمود. آید این موضوع هر دو رئیسان دولت اظهار نمودند که همه نزاع‌های نژادی و دینی باید با عدالت حل گردد. در این خصوص خدمات اطلاعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داده است. And to provide security and assistance. یادرس میکنیم که مسلمانان میانما از طرف تشکیلات های بین الخلقی اقلیت ظلم دیده در جهان مقرر شده است و مدت سالهای دراز به تعقیب اشدی گرفتار میباشند. آخرین موجه زوراوری که نسبت مسلمانان ارکان کرده شد در جهان انعکاس جدی را به وجود آورد و اکثریت حاکمان را مجبور ساخت که با سخنانی بلند پرواز به دستگیری آنها کوشش نمایند. البته از پشت چنین سخنانی بلند پرواز برای حمایت آخرین حرکت جدی کرده نشد. ظالم رحمان نیز از این فریب خودش را در کنار وانگذاشت و خودنمایی نمود که گویا از تقدیر مسلمانان ناآرام می باشد. جالبی دقت است که همه این یک جای در حالت رهداد ایستاده است که با نزدیکی رژیم رحمان پوشیدن لباس اسلامی زنان و یک قطار جشن و مراسم های دینی را ممنوع نمود. این چنین مدت سالهای دراز هر نمود برندگان دعوت اسلامی را تعقیب و تضییق می نماید. یعنی در همه سطح و با اسلوب های گوناگون بر ضد اسلام مبارزه می برد.